داستان‌های فارسی. پامچال. یه روز سرد در ماه مارس بود. همه مردم دهکده داشتن میرفتن سراغ کارهای روزمره‌شون و همه چی مثل همیشه بود، به جز یک چیز. یه دختر کوچولوی ناشناس یه دسته گل پامچال دستش بود و دم در گلخونه وایساده بود. اصلاً یادش نمیومد که کی و چطوری اومده اونجا، ولی یه چیزی تو وجودش بهش میگفت در بزنه. بله، چی میخوای؟ تو کی هستی؟ راستش یادم نمیاد خانوم. چی؟ منظورت چیه که یادت نمیاد؟ ببین، من کلی کار دارم، پس وقتمو بی خود تلف نکن. میشه من بیام تو؟ این بیرون خیلی سرده. معلومه که نه. چی شده؟ این دختر رو ببین، اصلا نمیدونه که کی هست و حتی نمیدونه که از کجا اومده. اسم خودش هم نمیدونه و فقط میخواد یه جوری بیاد تو یه خونم. خب، لباس ابریشمی که تنشه و گلی که تو دستشه رو ببین، حتما دختر مرد ثروتمندیه و به احتمال زیاد گم شده. به نظرم هر کسی ازش مراقبت کنه پاداش خوبی از والدینش میگیره. اگه تو نمیخوش، من نگهش میدارم. اوه نه، تو نمیبریش، همینجا پیش خودمون میمونه. و دختر کوچولو پیش خانواده کشاورز موندگار شد. از اونجایی که وقتی اومده بود یه دسته گل همراهش بود، اسمشو گذاشتن پامچال. وقتی بعد از چند هفته هیچ مرد پولداری نیومد سراغ دخترش، پاشو پامچال، برو گاوه رو ببر چرا و قبلش هم از چاه آب بیار. باغچه رو آب بده و کلبه رو گردگیری کن. پاشو. پامچال کوچولو مجبور شد از صبح تا شب همه کارهای خونه رو انجام بده، ولی هیچ شکایتی نداشت و کاراشو با شور و اشتیاق انجام میداد. دوست داشت گاوها رو ببره چرا، چون بهش آرامش میداد. ولی تنها بود و دلش یه دوست میخواست. یه روز گوونه برادرت اومده بده کده. ولی من که برادر ندارم. اوه چرا؟ حتما اونم مثل خودته و نمیدونه که از کجا اومده. به سختی راه میره و به نظر میاد که مریضه. آره مریض؟ و به سختی راه میره؟ پسر بیچاره، شما کجا دیدینش؟ تو این دهکده پیش کسی میمونه؟ او تنهاست و تو کلبه قدیمی که به جنگل میرسه زندگی میکنه. فقط همین رو میدونم و همینه که برام مهمه. تو همقدر با سوالاتت اذیت هم نکن. قلب مهربون پامچال دوست داشت به اون پسر کوچولو کمک کنه، بنابراین به محض این که فرصت کرد رفت دیدنش. سلام، من او پامچال صدا میکنم. به منم میگن پسر بیمار. یه مقدار وسیله آوردم تا برای تخت درست کنم و همینطور یه پتو. تو چقدر مهربونی. فقط میدونم تنها بودن و سردرگمی چه حسی داره. خب این یعنی هر دومون مثل همیم، درسته؟ مثل یه برادر و خواهر؟ حتی یادم نمیاد که خانواده‌ای داشتم یا نه. منم یادم نمیاد. ممکنه خواهر و برادر باشیم؟ آره، چرا که نه؟ پامچال هر روز به دیدن اون پسر میرفت و غذایی که از سهم خودش ذخیره کرده بود و براش میبرد. یه روز که پسرک از همیشه رنگ پریده تر شده بود، کاش میتونستم دارو برات بیارم تا دوباره حالت خوب بشه. نه، دارو حال منو خوب نمیکنه. اگه دارو حالتو خوب نمیکنه، پس چی خوبت میکنه؟ شاید خیلی برات عجیب باشه، ولی حس میکنم تنها چیزی که میتونه حالمو خوب کنه یه کیکه. یه کیک؟ میدونم به نظر خیلی احمقانه است، ولی یه چیزی تو وجودم بهم میگه برای اینکه حالم بهتر بشه یه کیک نیاز دارم. حسم اینو بهم میگه. پامچال مصمم بود که یه کیک برای برادرش بیاره. بنابراین روز بعدی پخت و پز، خانم میشه یه تیکه کیک کوچیک برای پسر مریض ببرم لطفا؟ اول باید تو رو نگه دارم و حالا از یه پسر مریض عجیب نگهداری کنم؟ حتی یه تیکه از اینجا هم بیرون نمیبری، فهمیدی؟ کیک برای پسر مریض. پامچال واقعا ناراحت شد.
ولی یکی از همسایه ها بابت کارهای عجیب و غریبی که براشون انجام میداد یه مقدار پول بهش داده بود. اون شب پولشو شمرد. همش 6 پنس بود. مطمئناً برای خرید یه کیک کوچولو که بتونه حال برادرشو خوب کنه کافی بود. اون تصمیم گرفت فردا یه کیک بخره. ولی قبل از اینکه بتونه پامچال بله خانوم، تو 6 پنس پول داری. اصلا اون پولو میخوای چی کار؟ من 5 پنس برای این ظرف میخوام. پولتو بده به من. خواهش میکنم بذاری نگهش دارم، میخوام برای پسر مریض کیک بخرم. موضوع همیشه پسر مریضه. یادت نره که ما نگهت داشتیم دختر. حالا اون پولو بدهش به من، فهمیدی؟ حالا فقط یه پنی برای پامچال مونده بود. نمیتونست با این پول کیک بخره، ولی یه نون؟ آره قطعا یه نون به خوبی کیکه. میخواست اون پولو بذاره توی جیبش که برادر خوندش یهو پولو از دستش کشید بیرون. این پولو بخواب که آب دوات بخرم. خواهش میکنم این پنی رو نگه داشتم که برای پسر مریض نون بخرم. پسر مریض رو فراموش کن، تو توی خونه با زندگی میکنی. اون روز وقتی رفت جنگل تا گاوا رو ببره چرا، حسابی نشست و گریه کرد. ناگهان دلنشین ترین صدای ممکن رو شنید. نه کیک داره نه نونی، تا بدش به برادر جونی. کی حرف میزنی؟ من این پایینم پامچال. و پامچال کوچیکترین موجود ممکن رو دید. یه پری واقعی با بالهای کوچیکش روی گل پامچال وایساده بود. حسابی تعجب کرد. خب پس تو یه کیک میخوای مگه نه؟ آره، تو حال برادر مریضم رو خوب کنم. یه راهی برات دارم. ببین، این خانواده ناتنی با تو بدتر از خدمتکار رفتار میکنن، پس همراه من بیا، تو رو با خودم میبرم به جایی که بتونی قصد داشته باشی و خدمتکارا برات کار کنن. لباسه ی ابریشمی بپوشی و هر روز کیک و پودینگ و پای داشته باشی. مثل یه شاهزاده باهات رفتار میشه و دیگه هیچ چیزی نمیتونه ناراحتت کنه. ولی یا این یا اون کیک. اگه کیک رو برداری حالا اون پسر خوب میشه و بازم مثل یه خدمتکار پیش اون خانواده میمونی. حالا انتخاب چیه؟ تصمیم عاقلانه رو بگیر. بابت همه یه چیزای قشنگی که ازشون حرف زدی ممنونم. ولی اگه بدونم برادرم مریضه و داره رنج میکشه و من میتونستم حالشو بهتر کنم، از هیچ کدومشون لذت نمیبرم. من کیکو انتخاب میکنم. در همون لحظه نوری درخشید، انگار صدها لامپو توی آسمون روشن کرده باشن. و پامچال دید پریهای کوچولوی زیادی اطرافش میچرخن و در حال پرواز کردنن. بعضیاشون سطلای پر از گرده داشتن که داخل ظرفی از نور خالی می کردن، در حالی که بقیه با ملاقه بزرگی که از نور بود اونو هم می زدن. بعد ظرف تبدیل به فر قرمز رنگ شد و بوی شیرین و دلپذیر پخت و پز تمام هوا رو پر کرد. در یک چشم به هم زدن پریها کیکی که شبیه مروارید بود و برای پامچال بردن. اینو ببر برای برادرت. خیلی ازتون ممنونم. تو یه چشم به هم زدن تمام پریا ناپدید شدن و پامچالم رفت پیش برادرش. درمانتو پیدا کردم. اینو بخور تا دوباره حالت خوب شه. در حالی که پامچال همه چیزو تعریف میکرد، پسر شروع کرد به خوردن کیک. بعد نوری وجود پسر رو پر کرد و زمانی که نور ناپدید شد، پامچال به جای پسر شاهزاده‌ای در کنار خودش دید. اون شاهزاده یک انسان نبود. پامچال، حالا یادم اومد. حالا همش یادم اومد. تو داری از چی حرف میزنی؟ تو منو یادت نمیاد؟ من شاهزاده موجودات نوریم و تو؟ شاهزاده پریانم. بله، دیگه وقتش بود که ما آزمایش بشیم. بیا اینجا پامچال، شاهزاده نور.
موجودات نوری و پریان سالهای سال با هماهنگی زندگی کردن و به دنیا خدمت کردن. میدونید که دوستی ما برای حفظ نظم طبیعت خیلی مهمه. خب پسرم، تو یه روز سرزمین نور منو اداره خواهی کرد، ولی فقط کسی که بتونه تاریکی و با صبر تحمل کنه ارزش واقعی نور رو درک میکنه. و فقط کسی که بتونه تو زمان سختی لبخند بزنه و زمانی که هیچ کس باهاش مهربون نیست با دیگران مهربون باشه، شایستگی اداره سرزمین پریانو داره. هر دوی شما را به عنوان آدمای معمولی و میرا فرستادیم روی زمین تا قدرتتون را آزمایش کنیم. برای همین هیچی یادمون نمی اومد. آره، و حالا یادمون اومده. به نظر تو آزمایش موفق میشی؟ آره موفق شدیم. با رکورد خوبی هم از پسش بر اومدیم. مریض و تنها بودی ولی هیچ گله و شکایتی هم نداشتی. و تو شادی یه نفر دیگر رو به شادی خودت ترجیح دادی، حتی با اینکه دیگران بهت بدی کردن. هر دوی شما ما رو سرفراز کردین، حالا وقتشه برگردین خونه. بنابراین تمام پریان سوار عرابه نورانی شدن و از روی دهکده پرواز کردن. همینطور که از روی مزرعه پرواز می کردن، پامچال رفت پایین و یه دسته گل پامچال طلایی پشت در خونه کشاورز گذاشت و برای همیشه از سرزمین انسانها رفت. خب شاید من و شما پری نباشیم، ولی وقتی مهربون باشیم، حتی در برابر بدی، وقتی مشکلاتو بدون گله و شکایت رفت می کنیم، معجزه می شه و خیلی زود می بینیم که زندگیمون پر از عشق و شادیه. پایان.